And how do I say thank you, Lord, for the way that you love and the way that you come, for all that you've done and all that you'll do. My heart pours out, thank you. Come on. You don't have to come.
متا باب 11 آیه 1 میگه عیسی این دستورات را به 12 شاگرد خود داد. پس عیسی به 12 شاگردش تعلیم داد تا برن و مرده ها را زنده کنن، بیمارها را شفا بدن و ارواح شریر را بیرون کنن. این دستورات را به 12 شاگرد خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد و موعظه نماید. پس عیسی از یه طرف رفت و شاگردها از یه سمت دیگه رفتن تا موعظه کنن و تعلیم بدن. آیه 2 میگه وقتی یحیی، منظور یحیی تعمید دهنده است، کسی که مردم رو تعمید میداد، وقتی یحیی در زندان، پس یحیی در زندان بوده، از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاد. اونا رفتن پیش عیسی و پرسیدن که آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا ما منتظر شخص دیگری باشیم؟ پس یحیای تعمید دهنده شاگردان خودش رو نزد عیسی میفرسته تا ازش یه سوال بپرسن آیا تو همون مسیح موعود هستی یا باید منتظر اومدن یه شخص دیگه باشیم؟ این برای من خیلی عجیبه که یحیای تعمید دهنده که خودش عیسی رو به عنوان پسر خدا معرفی میکرد چطور همچین سوالی میپرسه؟ ها؟ چطور ممکنه؟ اما شک و تردید توی دلش جوونه زده بوده. در ادامه بیشتر راجبش توضیح میده. عیسی در آیه 4 میگه عیسی به شاگردان یحیی جواب میده: بروید و هر آنچه را که میبینید و میشنوید به یحیی بگویید. کوران بینا میشوند، لنگان به راه میفتند و جذامیان پاک میگردند، کران شنوا و مردگان زنده میشوند و به بینوایان بشارت داده می شود. و اینجاش خیلی جالبه: خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند. عیسی میگه خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند، از جمله یحیای تعمید دهنده. آیا من و شما هم به عیسی شک میکنیم؟ آدمای زیادی هستن که به عیسی شک میکنن، منم همینطور بودم. اما عیسی جواب میده که، بذارید به زبون خودم بگم، میگه به کارهایی که میکنم شک نکنید، به تمام معجزاتی که دارم میکنم به اونا شک نکنید. خوش به حال تمام کسایی که به عیسی شک نمیکنن، و اغلب کسایی که دوچار این شک میشن در اون غرق میشن. وقتی همه چیز اونجوری پیش میره که ما انتظارشو نداریم، حتی با اینکه خدا بهمون نشون داده، توی دلمون دوچار شک میشیم. درست همونجاست که شیطان وارد عمل میشه. دقیقا همین لحظه است تا وارد قلب ما بشه، ولی ما نباید این اجازه رو بهش بدیم. خداوند برای یحیای تعمید دهنده یک راز 2000 ساله رو افشا کرد، ولی یحیای فکر میکرد که این اتفاق قراره به سرعت بیفته. اون فکر میکرد عیسی قراره خیلی سریع وارد عمل بشه. اون با خودش فکر میکرد حالا که عیسی اومده باید فوراً دست به کار بشه و تمام ظلمها و تمام بدیها رو از بین ببره و در یه چشم هم زدن همه اونا رو نابود کنه. میدونستید وقتی عیسی برگرده همه این کارا رو انجام میده؟ مسلماً وقتی اون برگرده یکی از کارهایی که قرار بکنه همینه. همینطور که در جاهای مختلف کتاب مقدس میخونیم، که مثلا در کتاب مکاشفه، پس عیسی وقتی برمیگرده قراره با قدرت، با فساد و بدی مقابله کنه. ولی دفعه اولی که عیسی اومد برای یه مأموریت خیلی متفاوت اومده بود. یکی از اتفاقایی که قرار بود بیفته ولی انگار درکشون نکرده بود. همینطور که در لوقا باب 3 آیه 16 میگه کسی خواهد آمد که شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. پس یحیی از اتفاقاتی که قرار بود در آینده بیفته خبر داشته. اون میدونسته که بعد از مرگش و بعد از قیام عیسی از مرگ روح القدس قراره بیاد.
یحیی از بازگشت عیسی خبر داشته، فقط زمانش رو نمیدونسته و میگه اون شما رو با آتش و روح القدس تعمید میده. در یوحنا 1:33 باز یحیی میگه من این را دیدم و شهادت میدم که او پسر خداست. ولی باز براش سوال پیش میاد که آیا تو همونی؟ آیا تو همونی؟ میدونستید ما با هم در یک اتحاد هستیم؟ وقتی کلام خدا رو میشنویم بهش فکر میکنیم و باورش میکنیم. وقتی چیزایی از آسمان دریافت میکنیم و وقتی خدا با ما و با تمام ایماندارانش صحبت میکنه، ما نه تنها باید هوشیار باشیم، بلکه باید زمان هر چیزی رو به خدا بسپاریم. باید باور کنیم که این کار خداست، اما زمانش رو به خدا بسپاریم، چون اونه که زمان درست هر چیزی رو میدونه. و بدونیم که همه چیز در اون زمانی که ما انتظارش رو داریم اتفاق نمیفته. اگه همچین انتظاری داریم، پس اراده خدا چی میشه؟ صدای خدا چی میشه؟ مثل یه اتفاق عجیب و غریب میمونه. ما صدای خدا رو میشنویم و در ذهن و قلبمون درک میکنیم که خدا قراره چه کاری انجام بده و چطور انجامش بده، اونو چطور انجام بده. ولی فکر میکنیم این کار و این اتفاق باید درست زمانی که ما فکر میکنیم اتفاق بیفته، و وقتی در اون زمان اتفاق نمیفته، شک وارد دلمون میشه. میدونین؟ سست میشیم، ایمانمون ضعیف میشه و به خدا گله میکنیم و میگیم مگه خودت قول نداده بودی؟ آخه خودت گفته بودی؟ اینجا چه خبره؟ اما زمانمندی خدا با ما فرق میکنه و همچنین نحوه عمل کردش. تصور کنید که کتاب مقدس رو خونده بودن و اون رو حتی بهتر از شاگردان عیسی بلد بودن. منظورم فریسیان هستن. اونا از سن کم کل آیات کتاب مقدس رو حفظ می کردن و می دونستن قراره چی پیش بیاد. اونا می دونستن که مسیح قراره در بیت لحم به دنیا بیاد. اونا اینو می دونستن. و بعد عیسی اومد. مشکل اینجا بود که باور اونها، تصور اونها و تصویر ذهنی اونها از اون مسیحی که قرار بود در بیت لحم متولد بشه کاملا متفاوت با حقیقت بود. فکر می کردن اون شبیه خودشونه. اونا فکر میکردن مثل خودشونه، مغرور، قضاوت کننده، سختگیر و خشن. ولی اون با محبت اومد، شفا داد، مرده ها رو زنده کرد، ارواح شریر رو بیرون کرد و اونا دیدن که این شخص با تصویر ذهنی اونا کاملا متفاوته، پس نپذیرفتنش. کسی که فرستاده خدا بود به خاطر تصویر ذهنی غلط و برداشت اشتباه اونا پذیرفته نشد. پس خیلی مهمه که بدونیم دقیقاً منتظر چی هستیم. تصویر ذهنی ما و باور قلبی ما از چیزی که قرار اتفاق بیفته دقیقاً چیه؟ پولس رسول یک مثال واضح از این موضوعه. همتون میدونید و خوندید که چه بلاهایی به سرش اومد. از زندانی شدن تا کتک خوردن به بدترین شکل ممکن، حتی به دل اقیانوس انداخته شد. چه بلاهایی که سرش نیومد و متحمله چه رنجهایی که نشد. تا پای مرگ رفت ولی باز برگشت و رفت توی شهر با وجود تمام اتفاقاتی که براش افتاده بود. از مسیری که داشت میرفت منحرف نشد. نگفت تو کجایی خدا؟ اینجا چه خبره؟ این چیزی نیست که قول داده بودی. هیچ کدوم از اینا رو نگفت. شاید هم گفته و ما خبر نداریم. نمیدونم. اون در فیلیپیان باب 4 آیه 11 تا 13 میگه من به احتیاجات شخصی خود اشاره نمی کنم، زیرا یاد گرفتم در هر وضعیتی که باشم قناعت کنم. من میدانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا در سعادتمندی زندگی کنم. به رمز زیستن در سیری و گرسنگی، در فراوانی و نیازمندی پی بردم. منظور از نیازمندی عدم حضور خدا نیست. رمزش اینه: من به وسیله مسیح که مرا تقویت می کند به انجام هر کاری قادرم. آمین. پولس می دونست که رمز کار فقط با او بودنه.
میگه من به وسیله مسیح که مرا تقویت میکند به انجام هر کاری قادر هستم، چه فقیر باشم، چه ثروتمند، چه بیچاره باشم، چه سعادتمند، در هر وضعیتی که باشم با قوت اون قادر به انجام هر کاری هستم، هر کاری. این همون رمزیه که ما هم باید درکش کنیم، اینکه در هر شرایطی چشممون فقط به اون باشه و پیرو اون باشیم. کلام خدا در متا باب 16 آیه 21 میگه از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او میبایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و علما رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد. آیه 22 میگه اما پتروس عیسی را به کناری کشید. پتروس تعجب کرد، چرا؟ چون واقعیت با تصور ذهنی اون فرق داشت. عیسی گفت من کشته میشم، من قراره کشته بشم. پتروس گفت عیسی میشه چند لحظه خصوصی حرف بزنیم بیا؟ و اینجا میگه اما پتروس عیسی را به کناری کشید و با اعتراض به اون گفت، پتروس به عیسی اعتراض میکنه و بهش میگه خدا نکنه خداوند، هرگز برای تو همچین اتفاقی نخواهد افتاد، دیگه این حرفو نزن، یا دیگه این حرفو نزن. چرا؟ چون تصور ذهنی اون 180 درجه با واقعیت فرق داشت. درسته؟ گفت هرگز برای تو چنین اتفاقی نخواهد افتاد، این اتفاق برای تو نمیفته عیسی، چون من نمیذارم. آیه 23 عیسی برگشته به پتروس گفت دور شو ای شیطان، تو مانع راه من هستی. عیسی اسم شیطان رو میاره تا پتروس رو تحت تأثیر قرار بده. دور شو ای شیطان، تو مانع راه من هستی. میگه تو مانع راه من و هدفی هستی که من به خاطرش به زمین اومدم. و در ادامه میگه، عیسی در ادامه میگه افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. چه جمله تأثیرگذاری. افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. خب مسلمه، منم دلم میخواد شهر رو نجات بدم، رومیا رو بیرون کنم، غذای رایگان به همه بدم، اما این افکار ماست، اینها افکار انسانی هستن. افکار ما با افکار خداوند فرق داره. خواست خدا نجات کل دنیاست، درسته؟ آمین. اون کل زندگیش رو داد. کلام خدا در عبرانیان باب 12 آیه 1 میگه پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بیشماری قرار گرفتند، منظورش ایمانداران قبلی هستن، پدر و مادرهای ایمانی، ما باید از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است آزاد شویم و با پشت کار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم و به عیسی چشم بدوزیم. این رمز کاره، به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌گرداند چشم بدوزیم، چون او به خاطر شادی که در انتظارش بود متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشست. عیسی از حرفای شاگردان و یا هیچ چیز دیگه ای ناراحت نمی‌شد. وقتی گفت قراره بمیرم، گفتن کی قراره جا تو بگیره؟ اون از هزاران نفری که بهشون قضا داده بود، شفاشون داده بود، دیوهاشون رو بیرون کرده بود، ناراحت شد و بر روی صلیب رفت. اون ناراحت نشد، به دل نگرفت. اینجا میگه او به خاطر شادی که در انتظارش بود متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته. و الان ما باید چشمامون رو به عیسی بدوزیم. آمین. و در هر شرایطی از اون پیروی کنیم و امید و انتظارات خودمون رو در راستای خواست و اراده اون قرار بدیم. پس بیاید مطیع اون باشیم. هر روز از اون پیروی کنیم و بذاریم همه چیز به شکلی که اون میخواد و در زمانی که اون میخواد تحقق پیدا کنه. بیاید به اون چشم بدوزیم. اجازه ندیم که ناراحتی‌ها ما رو از اون دور کنه.
اجازه ندیم که سختی ها ما رو منحرف کنن و یا بدرفتاری مردم، حتی اگه به ما بدی کردن، حتی اگه به ما بدی کردن. بیایید فقط پیروی اون باشیم و به این چیزا اهمیت ندیم. بیایید فقط کاری که لازمه رو انجام بدیم. یادتون هست که عیسی به پتروس چی گفت؟ ای شمعون، ای شمعون، اینک شیطان اجازه خواست تا شما را چون گندم غربال کند. جالبه، شیطان اجازه خواست شما را چون گندم غربال کند و ظاهراً خداوند بهش اجازه داده. عیسی در ادامه میگه اما من برای تو دعا کردم. یادتون هست که پتروس عیسی رو سرزنش کرد وقتی گفت که قراره بمیره، ولی عیسی میگه اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود. گفت ممکنه یه جایی لغزش کنی، اما من برات دعا میکنم که ایمانت از بین نره. پس چون بازگشتی، میدونست قراره لغزش کنه. پس چون بازگشتی برادرانت را استوار بدار. عیسی این رو به پتروس میگه و پتروس میگه ای سرورم، من آماده ام با تو به زندان برم و جان بسپرم. ولی این اتفاق نمیفته. عیسی در ادامه میگه پتروس بدان که امروز پیش از بانگ خروس 3 بار مرا انکار خواهی کرد. و پتروس 3 بار اون رو انکار کرد، همراه با اون روی صلیب نرفت. فکر میکنم اون لحظه اون فقط گریه میکرده. فکر میکنم احساس شرمندگی میکرده و به این فکر میکرده که عیسی چقدر اون رو محبت کرد. اون به عیسی گفته بود هرگز انکارت نمی کنم، ولی کرد دقیقاً مطابق گفته عیسی و برعکس چیزی که خودش میخواست عمل کرد و کاری کرد که به شدت احساس خجالت و شرمندگی کنه، از دست خودش عصبانی بشه و حال بدی پیدا کنه. و همونطور که میدونید بعد از این جریان به شاگردای دیگه گفت من میخوام برگردم به کار ماهیگیری، میخوام کار سابقم رو انجام بدم، کاری که قبل از این اتفاقات انجام میدادم. من قبل از این که وارد این راه بشم و از عیسی پیروی کنم یه ماهیگیر بودم و حالا بازم میخوام همون کار رو بکنم. و شاگردای دیگه هم با اون رفتن، همه برگشتن سر ماهیگیری. چند سالی بود که این کار رو نکرده بودن. تورای ماهیگیری رو برداشتن و راهی شدن، تصمیم گرفتن دوباره ماهیگیری کنن و همون کاری رو بکنن که قبل از این جریانات میکردن. این دقیقا همون چیزیه که شیطان از ما میخواد. پس سوار قایقشون شدن و به دریا رفتن، ولی هیچی آیدشون نشد. هیچی. فکر میکردن کارشون رو خیلی خوب بلدن. پس سوار قایق شدن و به دریا رفتن، ولی هیچ ماهی نگرفتن. ناامید شده بودن که یه دفعه توی ساحل عیسی رو دیدن و یوحنا میگه عیسی فریاد زد تو رو به سمت دیگه یه قایق بندازین. اونا صدای عیسی رو شنیدن و همون کار رو کردن و تورشون پر از ماهی شد. 103 تا ماهی گرفتن. و بعد یوحنا گفت اون عیسی است. این اتفاق بعد از قیام عیسی افتاد. بعد پتروس خودش رو انداخت تو آب و تا ساحل شنا کرد و عیسی ماهیایی که پتروس گرفته بود رو پخت و براشون صبحانه درست کرد. اون از پتروس عصبانی نبود، حتی به خاطر اینکه رسالتش رو رها کرده بود و بقیه رو هم با خودش برده بود سرزنش نکرد. حتی با اینکه قرار بود در اورشلیم بمونن و منتظر روح القدس باشن، این همون پتروس بود که عیسی رو انکار کرده بود. ولی عیسی چی کار کرد؟ این قلب خداوند برای من و شماست و تمام آدم ها. اون با محبت و مهربانی و گذشت با اونا برخورد کرد و براشون صبحانه درست کرد. برای اونا ماهی مهیا کرد. سرزنششون نکرد. پتروس خودش احساس شرمندگی می کرد به خاطر تمام لغزشایی که داشته. عیسی اونو سرزنش نکرد، بلکه یه حرف فوق‌العاده بهش زد. درست همون حرفی که
3 سال قبل بهش زده بود. گفت پتروس بیا و پیرو من شو. فقط همینو گفت. اتفاقات زیادی بین اولین بار و دومین باری که عیسی این حرفو زد افتاده بود. اون قبلن پیرو عیسی بود، ولی افکار و تصورات نادرستی که از برنامه های خدا داشت اون رو به سمت یه مسیر اشتباه کشوند و دست از پیروی کردن عیسی برداشت و با این لغزش همه چیزو نابود کرد و دور شد. ولی عیسی دوباره دعوتش کرد، گفت پتروس بیا و پیرو من شو. نه پیرو تصورات خودت، نه حکومت، نه یک جنبش، نه احساسات درونت، بلکه میخوام چشماتو به من بدوزی و از من پیروی کنی. من هنوز با تو کار دارم. و پتروس خبر نداشت که قراره چند روز بعد از اون در یک لحظه 3000 نفر رو پیرو عیسی بکنه. روح القدس قرار بود بیاد و برنامه‌ای که عیسی برای پتروس داشت هیچ تغییری نکرده بود. حتی با این که لغزش کرده بود، حتی با این که توی ذهنش دوچار شک شده بود، حتی با این که انکارش کرده بود، مأموریت پتروس ادامه داشت تا 3000 نفر رو پیرو عیسی بکنه و این عهد جدید و این کلیسای جدید که هیچ کس تا به حال در دنیا ندیده بود رو رهبری بکنه. مأموریت پتروس ادامه داشت و عیسی دوباره بهش گفت بیا و منو پیروی کن. این دعوت برای همه ماست. هر باری که لغزش میکنیم، از مردم ناراحت میشیم یا هر چیز دیگه، این دعوت و خواندگی اون برای من و شماست. عیسی به ما میگه ناراحتیت رو، علایقت رو، دلخوری ها رو و تمام اتفاقات بدی که برات افتاده و افکار شخصیت رو کنار بذار و چشاتو فقط به من بدوز. و وقتی ما به اون چشم می دوزیم، اون ما رو به سمتی که خودش می خواد هدایت می کنه.